انقدر تقو ویبراتورایی که گفته میشه برای روی نشمای نوریل بن منش بن موشه و نجات بن اهرون و برای سلامتی و تندرستی سارا میریام. دیورتورایی که میگیم سارا میریام افروز بعد فریده حقودش پارخور رفاه شده ما بهشون بده. خب رسیدیم به فصل سوم رشید خخما، ادامه لئولام، کلمه لئولام که در گمارا ذکر شده. لئولام یره آدم عصمو، همیشه آدم خودش رو ببینه که نصف زخوته و نصف خیاب، یعنی یه کف ترازویه که یه کف زخوت آدم هست و یه کف خیوب آدمه. اگه آدم یه میسوا انجام بده این کفه یه ترازو به خوبی میاد و براش نمیشته میشه، و اگه خصف شانون برعکس این مورد باشه این کفه یه ترازو خصف شانون به بعدی نمیشته میشه. و همیشه آدمی تو ذهنش اگه باشه هیچ موقع خطاکار نمیشه، همیشه اگه به خودش بگه که الان اگه من یه میسوای انجام بدم کفه یه ترازو به خوبی میشربه، و همیشه اگه این تو نظرش باشه اون موقع است که آدم خطا انجام نمیده و همیشه هر میسوایی که در دستش میاد اونو از دست نمیده و فوراً اون میسوا را انجام میده. لئولام گیره آدم عصمو، همیشه فرض کنه آدم خودش را ببینه که امروز روز آخریه که داره زندگی میکنه، و اگه یه میسوا انجام بده تمام گناهاش بخشیده میشه، و اگه یه خطا انجام بده میتونه تموم زخوتاشو از دست بده. اینه که خخامی میگن آدم باید هر روز تشوبا بکنه به خاطر اینکه روز مرگش آدم نمیدونه. بنابراین هر روز و روز آدم مشغول به تشوبا باشه، تو این فکر باشه که اگه من یه خطا انجام بدم خسر شالوم ممکنه تموم زخوتایی که دارم از دست بدم، و اگه یه میسوا انجام بدم میتونم اولام حبا خودم رو به این شکل بسازم. لئولام یه آدم مفخد و یاره مخطاب، همیشه آدم باید به خاطر خطاهاش بترسه و همیشه تشوبا بکنه به درگاه حقودش بارخو که حقودش بارخو بیاد و اونا مخیلا بکنه. لئولام ال یادین اسمو شهو خوته، آدم نباید خودشا خطا کار بدونه. درسته آدم به خاطر خطاهاش باید پشیمون باشه، باید تشوبا بکنه، ولی اینکه آدم همیشه تو ذهنش خودشا خطا کار بدونه این کار درستی نیست، به خاطر اینکه باعث میشه آدم ناامید بشه از اینکه به زندگی ادامه بده، به اینکه میسوتا انجام بده، به این شکل ممکنه اونا رو دیگه انجام نده. بنابراین نباید آدم همیشه خودشا خطا کار بدونه. بازم تاکید میکنیم به خاطر خطاهاش آدم باید توبه بکنه، تشوبا بکنه، ولی اینکه همیشه خودش آدم خطا کار بدونه این درست نیست. تو گمارای سوکا میاد و چند تا اسم برای غریزه بعد ذکر میکنه، از جمله میگه مثلا غریزه بعد ابن خونده شده، ساتان خونده شده، سنگ خونده شده. میاد چندین تا اسم تو گمارای سوکا برای ساتان ذکر میکنه، ولی اصلی ترین اسمی که همه ما آشناییم به اون اسم و همیشه ساتانا به اون اسم میشناسیم یسر هاره، غریزه بد. چرا؟ خخامی میگن به خاطر اینکه غریزه بد این اسم ما همیشه میشناسیم، چون عادت تا ساتان بیاد و همه چی جلو آدم همیشه بد جلوه بده، همیشه آدم خودشا خطاکارترین آدم فرض میکنه، و اینه که پس ما میایم اونا یسر هاره میخونیم. یعنی یسر هاره کسیه که هی میاد به تو میگه تو خطاکاری، پس دیگه از تو گذشته، دیگه لازم نیست تو این میسوای را انجام بدی، دیگه کاری تو نمیتونی انجام بدی. بنابراین خخامیم گفتن که ما ساتان آبا یه سرهاره میشناسیم به این اسم که هیچ وقت ناامید نشو. اگه یکی اومد به تو گفت که آقا خطا کاری، درسته که به خاطر خطاها باید تشوبا بکنی، ولی این که همیشه خودت ها خطا کار بدونی این کار درستی نیست، و این همون یه سرهاره، یعنی غریزه بده که هی همه را در برابر خودت میخوای بد بدونی. لئولام الیتیخ آدم دواریم کلپه معلا. مورد بعدی که درگه ما را میگه، هیچ موقع آدم صحبت بد به طرف آسمون نگه. به چه معنا؟ یعنی اتفاقی که بر آدم میفته آدم نباید رو کنه به خدا و صحبت بد خصف شالوم بگه. ما یه داستانی ها میبانیم در مورد لوی. در دوره یه لوی یکی از امورایین بوده، یه قحطی میشه و همه تنیت میگیرن، همه منتظر بودن که بارون بیاد، ولی بارون نمیاد، تا اینکه لوی
میاد رو میکنه به طرف آسمون و میگه هوادش بارو خوب، ببین فرزندان تو دارن اینقدر تنیت میگیرن، اینقدر دارن تفیلا میخونن، تو اونجا راحت نشستی و اصلا توجه نمیکنی به صحبت اونا. این صحبت ها که لوی میکنه، خخامی میگن که یاتیخ دوارین کلپه معلا بوده، یعنی صحبت نادرست اومد و به خدا گفت و این باعث شد که تا آخر عمر لوی بلنگه و نتونه درست راه بره. بنابراین خخامی میگن هیچ وقت آدم رو نکنه به آسمون و صحبت نادرست از دهنش نسبت به حقادش بارخو بیرون بیاد، حتی اگه نیت بدی نداره. مثل لوی، لوی میگه حقادش بارخو ببین همه دارن تنیت میگیرن، تو راحت اون بالا نشستی، این صحبت در برابر خدا درست نیست که بیان و انسانی صحبت ها بکنه. یا بعضی موقع از فرا آدم یه مشکلاتی پیش میاد و بعضی ها اصلا رو میکنن به آسمون، خدا یا قربونت دارم، اینها رو میبینی و هیچی نمیگی، این صحبت درست نیست، این یاتیخ دوانیم کلپه معلاست و نباید آدم اینجوری صحبت کنه، چون برای هر کاری که خدا انجام میده، برای یک برگی که از درخت میفته، بی شمار حقادش بارخو دلیل داره و آدم نمیتونه بیاد و صحبت یاد به طرف آسمون بکنه که چرا این اتفاق داره میفته. لعلام گیره آدم اسمو که اینو قادوش شاروی به معاب. همیشه آدم باید فرض کنه که تموم جسمش مقدسه، همانطور که پاسخ داریم به غیربخا قادوش، یعنی در بطن تو مقدسه، که خخامیم توضیح میدن، میگن به این معنیه که آدم موقعی که احتیاج داره بره دستشویی نباید نگه داره و فوراً باید بره دستشویی، به خاطر اینکه انسان مقدس خونده شده و موقعی که دستشویی داشته باشه به این شکل این قدوسیتش ها ممکنه از دست بده. بنابراین خخامی میگن از اونجایی که جسم آدم مقدسه، آدم هیچ وقت نباید دستشوییش ها نگه داره. یه توضیح دیگه که خخامی میدن که جسم آدم مقدسه، آسوره که برای آدم زیاد تنیت مستحب بگیره. میدونید که در شولخانه روخ نوشته کسی که به بدنش آسیب میرسونه، تنیت گرفتن زیاد، تنیت های مستحب، و این هی بیاد تنیت بگیره با وجود این که میدونه به بدنش ممکنه آسیب برسونه، این نه تنها این که میسوانیست بلکه عوراست. برابری اگه یکی میدونه آقا نمیتونه تنیت های مستحبا بگیره، واجب نیست بگیره اگه به سلامتیش آسیب میرسونه و به جاش مشغول به آموزش تورا بشه یا تنیت دیبور بگیره، که آموزش تورا از میلیون ها بار تنیت که آدم بگیره میتونه درجه بالاتری داشته باشه. لعلام لو یاوی آدم ات اتمولی دمی سایون. هیچ وقت آدم خودشا به حالت آزمایش نیاره. ما میدونیم داوید هملخ از حقادش بارخو سوال پرسید که حقادش بارخو چرا بنی اسرائیل وقتی تفیلا میخونه میگن الوهه ابراهام، الوهه یسخاق و الوهه یعقوب، قادر ابراهام، قادر یسخاق و قادر یعقوب، چرا نمیگن قادر داوید، الوهه داوید ها چرا در تفیلا ذکر نمیکنن؟ اونجاست که حقادش بارخو میگه به خاطر اینکه آبوت امتحان شدن و تو امتحاناشون سربلند بیرون اومدن. داوید هملخ میگه حقادش بارخو منم آزمایش کن، اومد و داوید هملخ خودش را در مرحله آزمایش قرار داد و این باعث شد که داوید هملخ لغزش پیدا کنن. البته بعد میدونیم 13 سال تموم شبا داوید هملخ بیدار میشدن و تهیلی ما تدوین کردن، تهیلی ما می نوشتن که به این شکل کفاره ای شد به خاطر اون لغزشی که برای داوید هملخ اتفاق افتاد و بعدا ثابت شد که این مورد در مورد داوید هملخ بخشیده شد. همونطور که ما می بینیم که داوید هملخ تفیلا می خونه که عقدش بارو خوب نشون بده به جماعت اسرائیل که گناه منو بخشیدی. البته ما می گیم گناه، در مقام داوید این گناه حساب می شد، در صورت که اگه یه فرد معمولی شاید این کار انجام داده بود گناه براش حساب نمی شد. و ما می بینیم حقادش بارخو اینا ثابت می کنه. موقعی که میان و می خواستن به تمیقداشا افتتاح کنن، در به تمیقداشا باز کنن، در به تمیقداش باز نمی شده، شلمو همینه خرچی زخوت اجدادها را به کار می بره، در باز نمی شه تا اینکه میگه به عبور داوید عبدخا، حقادش بارخو به خاطر داوید بنده است، در به تمیقداش باز بشه. کمی اتفاق میفته و در به تمیقداش خودش خود به خود باز میشه. اینجاست که همه میفهمن که اون لغزشی که داوید هملخ براش پیش اومده بود بخشیده شده و محبوب حقادش بارخو خونده شده.
بنابراین خخامی میگن هیچ وقت آدم خودش را به حالت آزمایش نیاره، چون اگه به حالت آزمایش خودش آدم بیاره لغزش پیدا میکنه. ما یه اصلی همیشه باید بدونیم حق و دشمن و خو موقعی یکی آزمایش میکنه که میدونه تو اون آزمایشه میتونه پیروز بشه، اینه که تو تورا داریم و اتا تیم شلبو، یعنی موقعی حق و دشمن و خو تورا آزمایش میکنه که مطمئنه که میتونی سربلند بیرون بیای از اون آزمایش، وگرنه هیچ وقت خدا همچین آزمایشی تو رو نمیکرد. پس آدم نباید خودشا به حالت آزمایش دستی بیاره، به خاطر اینه که مطمئنه تو اون میتونه لغزش پیدا کنه. به خاطر همینه که ما تو الوشنی نشاما هر صبح میخونیم که حقادش بارخو نیاره ما را لیده نیسایون به حالت آزمایش، چون اگه یکی خودشا به حالت آزمایش بیاره خیلی موقع است که میتونه تو اون لغزش پیدا کنه. لئولا هیچگاه نره آدم در جایی که سکانا داره خطره و میگه که آقا برای من معجزه انجام میدن. مثلا تو گمارا میگه اگه یه پلی که خرابه و این پل ممکنه خراب بشه نباید آدم بره روی این پل را بره، نباید آدم خودش را در حالت خطر قرار بده. یا اینکه مثلا یکی با سرعت خیلی زیاد تو اتوبان با ماشین بره یا سوار موتور بشه با سرعت بره بدون اینکه اصلا کلاه ایمنی سرش بذاره، یا هر مورد دیگه، مثلا یه دیواری کج شده یا یه ساختمونیه که داره ریزش میکنه، یکی بره زیرش بیسته بگه آقا برای من معجزه انجام میدن. کسی که بیاد و این کار انجام بده اگه اتفاقی براش نیفته از ذخوتاش کم میکنن. مثلا یکی بیاد و با ماشین با سرعت تموم بره، اتفاقی هم براش نیفتاده، ولی مطمئن باشه که از ذخوتاش کم شده. و اگه خسر شالوم اتفاقی هم براش بیفته این دیگه خونش کردنی خودشه، به خاطر اینکه آدم نباید هیچ موقع خودشا در جایی که خطره قرار بده. لعلام الگیفتخ آدم پیول ساتان، هیچ وقت آدم نباید دهنشا برا ساتان باز کنه. خخامی میگن همیشه آدم حرف خوب بزنه، همیشه حرف خوب از دهن بیرون بیاد، چون حرف بد وقتی از دهن بیرون بیاد، اتفاق بد تو دهن بیرون بیاد، به این شکل این شخص داره دهن میده به ساتان که اون اتفاق بیفته. به عنوان مثال مثلا یه بچه تو خیابونه، یه هم میره وسط خیابون، مادره میاد بچه رو میگیره، نباید به بچه بگه که اگه یه بار دیگه بری تو خیابون ماشین میزنه دور از جون میکشدت. همین صحبته، این صحبتی که ماشین الان میزنه میکشه یا آسیب به تو میرسونه، این دهن دادن به ساتانه. خیلی موقع ما دیدیم مثلا یه صحبتهای از دهن بیرون میاد، مثلا یکی حمام بوده اومده و یهو بهش میگن که زود لباس بپوش الانی که سرما بخوری. همین سرما بخوریه دهن دادن به ساتانه، یعنی ساتانا داریم تو دهنش میذاریم که این اتفاق بیفته. بنابراین نباید آدم دهن بد به ساتان بگه، صحبت بد نباید بگه، نباید بگه ای الان مثلا هفته دیگه ممکنه این اتفاق بده بیفته. اصلا صحبت بد آدم به زبون نیاره و همیشه خوبی بگه که اون خوبیه اتفاق بیفته. لعلام یه آدم سامه یخ به یسوریم با غلام هزه، همیشه آدم باید شاد باشه از یسوریمی که برش تو این دنیا میان، که البته خیلی امتحان سختیه، به خاطر اینکه یسوریم موقعی که میاد برای یک شخصی باعث بخشایش گناه آدم میشه، باعث میشه که مزد اولام حباش زیاد بشه. و خخامی میگن کسی که یسوریمی که تو این دنیا برش میاد با شادی بر خودش قبول میکنه، مطمئن باشه که یشوعا نجات ها در دنیا میاره و این شخص اولام حبا داره. حالا یسوریم به چی میگن؟ یسوریم در گمارا میگه حتی موقعی که مثلا از جیبش یکی میخواد یه سکه 10 تومانی ها در بیاره و دست میکنه تو جیبش، یه سکه مثلا 20 تومانی میاد و دوباره لازمه که دست بکنه تو جیبش که اون سکه‌ای که لازم داره را بیرون بیاره، حتی اینم یسوریمه. یا مثلا یکی داره رد میشه، پاش میخوره به دیوار، پاش مقدار درد میگیره، حتی اینا میسوریمه. آدم باید بدونه که تو این موقعیت ها خوشحال باشه و همین یسوریماست که پشت پرده عقادش بارخو میدونه که چی بوده که الان به این گرفته که این به این شکل براش پاک شده. مثلا تو گمارای براخوت میگه زخمی که تو بدن بعضی موقع ایجاد میشه
بعضی موقع این خونی که ریخته میشه میزبه یخ کپارا بوده برای این شخص، یه قطره خون ازش رفته ولی جونش مثلا نجات پیدا کرده که آسیب جدی‌تر این شخص نبینه. بنابراین یه سوریمی که برای آدم میاد، آدم باید خوشحال باشه و بدونه که این یه چیزی هست که این اتفاق داره میفته. ما پاسخ داریم تو تهیلیم که میگیم آز یمانه سخخ پینو، اون موقع است که دهان ما پر از خنده میشه، که خخامیم توضیح میدن میگن یعنی بعد 120 سال کسی که از دنیا میره میاد و میخنده. یعنی چی؟ یعنی میان همه رو براش آشکار میکنن، دیگه هیچ ایرادی تو اون دنیا نیست، همه چی براش آشکاره، میفهمه اون روزی که مثلا میخواست بره فلان جا نرفت دلیلش چی بود، میفهمه مثلا داشت رد میشد پاش خورد به مبل مثلا پاش زخم شد، خون اومد دستش انگوش کوچیکه زخمی شد. تو اون دنیا آدم میخنده، آز یه مال سخخ پینو، اون موقعست که آدم میخنده، به خاطر اینکه دلایل همیشه برای آدم تو اون دنیا آشکاره. به خاطر همینه زمانی که ما شیخ میاد، ما حتی رو بدی هم به ناخای حتوب و همه تیب میگیم، چون دوره ما شیخ دیگه همه چی آشکاره، بینا فهمه، ما همه چی میتونیم درک بکنیم و هیچ چیز بدی اون موقع نیست. بنابراین یه سوریمی که برای آدم میاد، حالا هر یه سوریمی که گفتیم مثال زدیم، حتی یه کاری که آدم میخواد انجام بده باید دو بار تکرار بکنه که انجام بده، این هم جزء یه سوریمه، باید خوشحال باشه چون این یه سوریما مزد علام حبای آدم ها زیاد میکنن. لعلام یه آدم این هنین دافیم ولوم هاروتفیم، همیشه آدم جزء کسی باشه که تعقیب میشه و نه کسی که تعقیب کننده است. یعنی چی؟ یعنی آدم همیشه بذاره، اصطلاح خودمون بگیم آدم همیشه بقیه بهش بدهکار باشن ولی آدم به بقیه بدهکار نباشه، یا مثلا همیشه بقیه به آدم که چیز میگن بذارن بقیه به آدم صحبتی اگه میکنن بکنن، آدم نیاد حرف یا به دیگران حرف نادرستی یا بزنه. به این میگن هنیر دافیم ولو مهارود فیم. خب مثل کی؟ کسی که اینجور باشه این به این شکل میتونه علام حبا خودشا بسازه. ما این از کجا یاد میگیریم؟ از توریم و بنه یونا. میدونید که یکی از چیزهایی که تو قربانگاه تقدیم میشده علاوه بر گاو و گوسفندی که میومدن تو قربانگاه تقدیم میکردن، قمری و بچه کبوتر هم تو قربانگاه تقدیم میشده، که می اومده کوهن گادول یا کوهن اون موقع می اومدن و انگشت شستشون، ناخون انگشت شستشون ها بلند می کردن و تیز بوده این ناخون انگشت شستشون، بدون پگام بوده و می اومدن قمری و بچه کبوتر ها را ملیقا می کردن. یعنی از پشت گردن با انگشت شست، با ناخون انگشت شستش می اومدن و این قمری و بچه کبوتر را به این شکل شخیطا میکردن، که البته به شخیطا نمیگفتن، ملیقا بهش میگفتن، و بعد میومدن اینا رو قربانگاه تقدیم میکردن. اگه دقت بکنیم تو تموم پرندگان، قمری و بچه کبوتر همیشه تعقیب کننده دارن، به خاطر این مزکی شدن که تو قربانگاه تقدیم بشن، ولی بقیه پرنده که شکارچیان رو قربانگاه تقدیم نشدن. اینه که خخامی میگن همیشه آدم جزء هنیر دافین باشه ولو مهارودفین، همیشه جزء کسانی باشه که بقیه تعقیبش میکنن نه اینکه اون بره و بقیه را تعقیب بکنه، که مثالاشا ذکر کردیم. لعلام یه آدم آنام که هیلل ولو قبطان که شمایی، همیشه آدم متواضع باشه مثل هیلل و سختگیر نباشه مطابق شمایی. و اینه که خخامی میگن ما در مورد ارز، یعنی یه سرو که خیلی محکمه، نمیایم با چوبش قلم درست بکنیم که سفر تو را بنویسیم، بلکه ما میایم و با قانه با نی قلم سفر تو را درست میکنیم. اینه که خخامی میگن همیشه آدم باید نرم باشه، متواضع باشه مثل نی، و این نی چون متواضع بود و نرمه مزکی شد که توسط اون بیان و سفر تورا را بنویسن. ولو قاشق که ارز، و مثل سرف خیلی سخت و محکم نباشه.
لعلام یه آدم راگیل لومر، همیشه آدم عادت داشته باشه که بگه کل ما دعاودی من شمعیا لتاب، هر کاری که از طرف حقادش بارخو، هر اتفاقی که از طرف حقادش بارخو میفته لتابه، به خوبیه. خیلی داستانها رو ما شنیدیم که واقعا هر اتفاقی تو زندگی بر آدم پیش میاد به نفع انسانه، که این همیشه خخامی میگن زندگی آدم مثل یه سریال سه قسمتی میمونه، قسمت اولش آدم ندیده، قسمت سوم هم ندیده، الان تو قسمت دوم زندگی ما، الان ما یه فیلم یادانی میبینیم، قسمت دومه، میبینیم یه اتفاقاتی داره میفته. اگه قسمت اولش رو دیده بودیم برامون هیچ وقت سوال پیش نمیومد که چرا داره این اتفاق میفته، یا اگه قسمت سومش رو ببینیم دلیل این مطلب رو میفهمیم. زندگی هم واقعا همین جوریه، سریالیه که سه تا قسمت داره، ما قسمت اول رو ندیدیم نمیدونیم چی بوده قبلا، و قسمت سومش رو نمیدونیم که چرا باید این اتفاق بیفته، الان قسمت دومیم. بنابراین هر کاری که عقدش بارخو انجام میده لتو آوید، به خوبی آدمه. توی مرای براخوت داستانی داریم در مورد ربیع اقیوا که همه شنیدیم مطمئنا، که ربیع اقیوا همراه خودشون یه خروس یا داشتن، یه شمع یا داشتن، و میرن وارد یک شهری میشن، تو اون شهر ربیع اقیوا را نمیدن، ربیع اقیوا میگن کل مان داوید رخمانا لتب آوید، میرن بیرون از شهر ساکن میشن، یه بادی میاد شمعشون خاموش میشه، خروسشون مثلا یه گربه میاد و میخوره و خیلی ناراحت میشن، ولی میگن کل مان داوید رخمانا لتب آوید، این به نفع منه که داره این اتفاق میفته. و بعد فردا صبح میان در شهر میبینن که غارتگرا ریخته بودن در شهر و هیچکی از اون شهر باقی نمونده. اینجاست که ربیع اقیوا میفهمن واقعا کل مان داوید رخمانا لتب آوید، که اینا میان به تلمیدمشون یاد میدن که هر اتفاقی میفته این مطمئنا به خوبی آدمه. یا یه داستانی هست که تو میدراش میاره که یک پادشاهی بوده که یه وزیری داشته که این وزیره همیشه عادت داشته میگفته کل مان داوید رخمانا لتب آوید، هر کاری ها که حقادش بارخو انجام میده به خوبی انجام میده. یه بار پادشاه یه میوه یا داشته میبریده، دست پادشاه زخمی میشه و همون موقع وزیره میاد به پادشاه میگه کل مان داوید رخمانا لتب آوید، اینم به نفع پادشاهه، خوبی پادشاه این مطلب. پادشاه عصبانی میشه میگه چیه که هر اتفاق میفته میگه به خوبی پادشاه، الان من دستمو بریدم چه خوبی برا من داره، و دستور میده که اون وزیر را به زندان بندازن. تا اینکه چند روز بعد پادشاه با سربازاش میره جنگل، میره شکار بکنه، دنبال یه آهوی پادشاه میره، سربازاش را گم میکنه، تا اینکه میان و اون کسایی که تو جنگل بودن، اون دزدانی که تو جنگل بودن، پادشاه را پیدا میکنن، حجم اونا التماس میکنه که منو رها بکنید، من پادشاه هم. اینا میگن نه، ما میخواییم تو را قربانی بکنیم، میخواییم برای بتمون قربانی بکنیم، تازه اگه پادشاه هم هستی خیلی بهتر، پادشاه ها میخواییم جلو بت قربانی بکنیم. میان اونا تو زندان میندازن، وقتی میخوان بیان اونا تقدیم بکنن برای بتشون، دست پادشاه ها میبینن زخمه، میگن ما باید بدون پیغام باشه، بدون عیب باشه اون قربانی که تقدیم میکنیم، و رهاش میکنن پادشاه ها بره. پادشاه سرباز ها خودش ها پیدا میکنه و میره پیش اون وزیره و به وزیره میگه که واقعا تو اون موقع که گفتی به نفع پادشاه دست من که زخم شد، واقعا به نفع من بود، ولی یه سوالی از تو دارم، این که من اومدی در زندان، من تو رو انداختم تو زندان، اون موقع هم تو گفتی به نفع توه، ولی چه نفعی تو اینه که تو الان تو زندان بودی؟ و و اون وزیر جواب میده، میگه پادشاه من همیشه دنبال شمام، حتی اگه تو اون جنگلم من با شما میومدم، من هیچ وقت شما رو رها نمی کردم و با هم گم میشدیم، و اون غارتگرا و دزدایی که تو جنگل بودن میومدن و به جای ما دوتا رو با هم میگرفتن، و اگه شما رو قربانی نمی کردن به خاطر زخمی که رو دستتون بود، مطمئنا منو میومدن و قربانی میکردن، و اینه که اینم به نفع من بود که بیام و تو زندان میفتم. پس در نتیجه همیشه آدم باید تو گمار براخوس میگه خودش عادت بده که بگه کل مان داویدین من شمعیا لتب آوید، یا کل مان داوید رخمانا لتب آوید، یا همون گمزه لتوبا، اینم به خوبی انسانه.
لعلام یشتدل آدم لحیوت سانو و وعاناو، همیشه عادت به آدم خودشا که محجوب و متواضع باشه و همیشه عادت بده خودشا که راه و روش خخامی ما انجام بده و همیشه متواضع باشه. لعلام یو یهلخ آدم به قما زغوفا، هیچ وقت آدم نباید با قامت راست که سرش بالا باشه و سرش بالا باشه مثل افرادی که تکبر و بزرگی دارن راه بره. کسی که به این شکل راه بره فرقی نمی کنه، چه تو کنیسا چه تو خیابون، آدم نباید به شکل افرادی که مغرورن به غماز گوفا سرش بالا باشه و اینجوری راه بره. در گمارا میگن کسی که بیاد و به غماز گوفا به این شکل راه بره، خستش آلون با پاهاش شخینا رو عقب میزنه، شخینا رو از اونجا دور میکنه. آدم باید همیشه به متواضع، نه اینکه سرشم خیلی پایین بندازه که اصلا جلوش نبینه بخوره به این ور اون ور، نه به شکلی که تا دو متر جلوترش را ببینه و با تواضع آدم همیشه به این شکل راه بره. لعلام یه معت آدم به اسق، همیشه آدم باید کم کنه از کار و کسبش و وقتی یا برای آموزش تورا بذاره. تموم مردان اسرائیل موظفن که وقتی یا برای آموزش تورا بذارن، فرق نمی کنه چه ثروتمند باشه چه فقیر باشه چه زن و بچه داشته باشه، هر مرد اسرائیل موظفه که زمانی یا برای آموزش تورا اختصاص بده، هم زمانی یا در روز هم در شب، هر قدرم که میتونه. یکی میتونه آقا نیم ساعت، یک ساعت، هر چقدر که آدم میتونه باید وقت برای آموزش تورا بذاره. و باید ما فرمان داریم به هاگی تابو یومان والایلا، یعنی آدم باید شبانه روز مشغول به آموزش تورا بشه، هم باید زمانی یا تو روز اختصاص بده به تورا و هم شب زمانی یا باید اختصاص بده به تورا. و میدونید بعد 120 سال که آدم از دنیا میره، سه تا سوالی که اول از آدم میپرسن، اولین سوالی که از آدم میپرسن قاوتا ایتیم به تورا، آیا زمانی یا برای آموزش تورا اختصاص دادی یا نه، که اولین سوالیه که از آدم میپرسن. دومی سوال که از آدم میپرسن اینه که میگن آیا در کار و کسب که داشتی به امونا به درستی و مطابق قانون تورا رفتار کردی یا خیر. و سومین سوالی که از انسان میپرسن اینه که میگن آیا برای زمان نجات، برای مشیخ لحظه شماری میکردی یا نه، آیا لحظه شمانی میکردی که مشیخ بیاد، ایمان داشتی که مشیخ میاد یا نه. که خیلی مهمه این سه تا مورد رو همیشه آدم اجرا بکنه، همیشه به یاد داشته باشه که بتونه اولین سوالات ها بعد 120 سال به درستی جواب بده. لعلام یشه و آدم بایر، همیشه آدم ساکن بشه در شهری که سکونت اون شهر نزدیک بوده. از اونجایی که سکونتش نزدیکه، یعنی اون کشوره مثلا قدیمی خیلی نیست، جدید بنا شده. چرا؟ چون جدید بنا شده گناهان اون شهر هم کمترن. ما اینو از کجا یاد میگیریم؟ از لوط. لوط وقتی که از سدوم و عمورا بیرون میاد با ملاخیم، میاد و به اونها میگه ایمال تانا شاما، منا رها کنید از اونجا، هلو میسار هی میسار اونجاست، ایرق رووا شهر نزدیکیه، اتخی نفشی و زنده بمونه جان من. قرووا یعنی چی شهر نزدیکه؟ یعنی شهریه که تازه بنا شده، جدیده و چون گناهاشون کمتره اون شهره، پس اونجا میخوام برم ساکن بشم. که از اینجا خخامی میاد میگرم بهتر آدم تو این شهری ساکن بشه که قدمت زیادی نداشته باشه، که حالا این توضیحه که در گمارا اشاره میکنه. لعلام یشتدل آدم، همیشه آدم باید تلاش کنه که یه راوی یا انتخاب بکنه که همیشه سوالات حلاخایی یا فقط از یک راو بپرسه. میدونید ما قانون داریم که فقط سوالات حلاخایی یا آدم باید همیشه از یک راو بپرسه، یه مرجعی یا برای خودش قرار بده و همیشه سوالات حلاخایی یا از اون مرجع بپرسه. ممنوعه که یکی بیاد سوال حلاخایی از چند تا راو بپرسه، این کار درستی نیست. ولی آدم میتونه توضیحات تورا،
میدراش تورا، گمارا و موارد دیگه را از چند تا راو یاد بگیره. مثلا رو تورا رو هر پاسخش میشه چندین هزار توضیح داد. میتونه آدم از ربانیم دیگه هم توضیحات را یاد بگیره و چیزای جدید که در تورا ذکر میشه را بیایم و یاد بگیریم از استادان دیگه. ولی موارد هلاخای اجرایی حتما باید از یک راو پرسیده بشه. این که یکی بیاد از چند نفر بپرسه این عوراس خسف شالوم و کار درستی نیست که کسی این کارا انجام بده. اینه که تو پیرقه و آوت میگه از سلخا راب، همیشه برای خودت یک راب یا انتخاب بکن و استلق من حسافر و از شک به این شک دور شو. لعلام یشتدل آدم لیلموت تورا، همیشه آدم در شهری ساکن بشه که در اون شهر رابی باشه که تورا را بتونه از اون یاد بگیره. اگه در شهری راوی نیست که تورا یاد بده، کلاسای تلمود تورا نیست، آدم نباید تو اون شهر زندگی بکنه. لعلام الی پاتر آدم، همیشه آدم خدافزی نکنه از دوستش بلکه با دیوره تورا. یعنی یکی میخواد از دوستش خدافزی کنه، میخواد دوستش بره مسافرت، بیاد و با دیوره تورا ازش جدا بشه. به خاطر همینه که رسمی که موقعی که میخوان بیان و یکی بدرقه کنن میخواد بره مسافرت، یا میگن کی ملاخا یتصو ولاخ، یا این که میگن یاخید وربیم هلاخا کربیم، یه هلاخایی میگن که این به این شکل زخوتی میشه که اتفاق بدی برای اون شخص نیفته در راه. و ما میبینیم این موردا که در مورد یعقوب و یوسف هم همین مورد بود. آخرین بحثی که یعقوب با یوسف اومدن و یاد گرفتن، یعقوب به یوسف یاد داد، موضوع اگلا عروفا بوده. همون گاوی که اگه میدونید ماجرا اگلا عروفا را، که اگه در بیرون از شهر یه جسد یا پیدا میکردن و نمیدونستن قاتلش کیه، میومدن و پیران اون شهر به دین اون شهر جمع میشدن، میرفتن در اونجا شهری که نزدیک اون جسده بوده و در اونجا یه اگلا یا می اومدن و از پشت گردن می زدن. و بعضی ها می گن اونا به این شکل اینجا قرار می دادن که کرم می افتاده و این کرمایی که می افتاده می رفتن و اون قاتل ها پیدا می کردن و از بین می بردن، که اینا بعضی ها توضیح می دن و می آن متنی ها می خونن که این ناخواسته بوده و ما این گناه ها گردن نگیریم، چون ما نمی دونیم واقعا کی بوده که این کارا انجام داده. این موضوع یعقوب با یوسف داشتن میخوندن تا اینکه یوسف میره پیش برادران و اون اتفاق برای یوسف میفته. بعد اگه دقت بکنیم موقعی که یوسف میخواد بشارت بده به یعقوب که هنوز زنده است، میاد و برای یعقوب هدیه هایی ها میفرسته و یعقوب کدوم هدیه های یوسف ها میبینه؟ تو تورا میگه وگر ات ها اگالوت اشر شالخ یوسف. یعقوب وقتی میفهمه یوسف زنده است، هنوز باورش نمی شده وقتی سارخ فتاشه بهش میگه، تا اینکه میبینه اگالوت، اون اگالوتی که یوسف برای یعقوب فرستاده بود. اینجاست که میفهمه یوسف داره بهش رمز میرسونه که پدر، آخرین مورد هلاخایی که ما با هم خوندیم، دیوره تورایی که با هم خوندیم، در مورد اگلا عروفا بود و اینه که یعقوب واقعا دیگه 100% مطمئن میشه که یوسف زنده است و مشتاق میشه که فوراً بره و یوسفا ببینه. اینه که خخامی میگن آدم وقتی میخواد از دوستش خدافزی بکنه، همیشه با دیوره تورا از هم جدا بشن، که هر موقع اون دیوره تورا را میخونه و یادش میاد کاخ زخرو، اینجوری دوستشا به یاد میاره. لعلام یعسوق آدم بتورا و میسوت قدم شیاموت، همیشه آدم باید مشغول بشه به تورا و میسوت قبل اینکه از دنیا بره، که یعنی هر روز آدم باید مشغول به آموزش تورا بشه. و میدونید وقتی که یکی بعد 120 سال از دنیا بره، دیگه هیچ جوری نمیتونه به اون زخوتایی که داره، به میسواهایی که داره اضافه بکنه. به خاطر همینه که هلاخاست که در بیت حقوارات در قبرستون آدم نمیتونه وقتی کتاب مقدس دستشه با کتاب مقدس وارد بیت حقوارات بشه، یا اینکه بند سیسیتاش رو زمین کشیده بشن موقعی که وارد به تقوارت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه لوئگ لاراش میشه.
به این شکل فرد ثروتمند داره به فقیر فخر میفروشه. یعنی اگه بند سیسیتش پیدا باشه، مثل اینه که داره فخر میفروشه که من زنده‌ام، میتونم میسوا انجام بدم، و شما مثل فقیرهایی دید که نمیتونید میسوا انجام بدید. بنابراین آدم وقتی وارد به تقوارت میشه نباید سیسیتش پیدا باشه، یا یعنی اینکه کتابی دستش نباشه که ببره تو به تقوارت، مگر اینکه یه کتابی باشه مثلا میخواد بره اونجا برای ایلوی نشامایی اون کسی که فوت شده از اون بخونه. مثلا تهیلی میبره، گمارا میبره، میشنا میبره، سیدور میبره، پاتخ الیاهو بخونه. اینا رو میتونه ببره به شرطی که برای ایلوی نشامایی اون شخصی که از دنیا رفته میخواد بیاد و از رون بخونه. ولی اگه آدم همینجوری دستش باشه و وارد به تقوارت بشه، کار درستی نیست از این جنبه. بنابراین وقتی که قبل اینکه انسان بعد 120 سال از دنیا بره، بعد میسپوت و آموزش تورا را داشته باشه، به خاطر اینکه بعد 120 سال هیچ جوری آدم نمیتونه دیگه به میسپاهای خودش اضافه بکنه. البته اینا تو پرانتز میگیم، فرزند خوب، کسی که فرزند خوب از خودش باقی بذاره، فرزند تلمید خاخام، فرزندی باشه که تورا یاد بگیره، راه و روش زندگی یا درست انجام بده، اخلاق خوب داشته باشه، اونم باعث میشه که درجه اون کسی که از دنیا رفته بالا و بالا و بالاتر بره. لعلام ال گیمنه آدم میبت حمیدراش و افیلو شا اخات. هیچ وقت آدم نباید خودشا از تورا خوندن باطل کنه حتی یک ساعت. ما در مورد بزرگانمون میبینیم که بزرگان ما حتی در دوران پیری، حتی زمانی که دور از جون رو تخت بیمارستان بودن، آموزش تورا را داشتن. همونطور که آموزش تورا بالاترین میسوای توراست، برعکسش، یعنی کسی که وقت تار آموزش تورا داشته باشه و بیاد وقتش را به بتالت بگذرونه و آموزش تورا نداشته باشه، اونم بدترین گناهه که باید خیلی دقت داشت که هیچ وقتی که آدم داره را به بتالت نگذرونه، وقتش را آموزش تورا را داشته باشه که آموزش تورا یکی از بزرگترین میسوای توراست. لعلام هوه کنس دیوره تورا کلالیم کلالیم. همیشه آدم برای آموزش توراش بیاد کلالیم قرار بده. هر چیزی ها که یاد میگیره کلالیم، یعنی اصول کلی اون چیزا یاد بگیره، و این باعث میشه که جزئیات هم تو ذهنش بمونه. اگه آدم بخواد هر چیزی ها که یاد میگیره جزئیات فقط تو ذهنش باشه، مثل چی میمونه؟ مثل اینه که مثلا ما وقتی میخواییم پول زیادی ها با خودمون حمل بکنیم، میاییم پولا را تبدیل میکنیم به پول بزرگتر، مثلا تبدیلش میکنیم به چک 100,000 تومانی و حملش میکنیم. اگه یکی بیاد تبدیل به 1,000 تومانی کنه، خب این خیلی سنگین میشه و نمیتونه حملش کنه. در مورد آموزش تورا هم همین جوریه. وقتی آدم چیزی ها یاد میگیره، سعی کنه تبدیلش کنه به کلالیم. کلالیم اون اصلا یاد بگیره، اصول کلی اون حناخارا یاد بگیره، پراتینش هم یاد بگیره و کلالیم ها سعی کنه بیشتر تو ذهنش بمونه. چون توسط این کلالیم، این اصلیات که یاد میگیره، فریات هم میتونه به این شکل یادش بیاد و فراموش نکنه. همیشه یه استاد باید به تلمیدش، به دانش آموزش راه قصارا را یاد بده. یعنی همیشه باید استادان، اونایی که تورا یاد میدن، راحت ترین راه ها نشونه تلمیدمشون بدن. نه یاد مثلا یه مطلب یا خیلی سنگین نشون بدن یا سنگین کنن برای تلمیده، بلکه یه راه قصارا کوتاهی ها باید نشون بدن که هم بتونه تلمیده درک کنه، هم بتونه موارد دیگه هم از اون مطلب یاد بگیره. لعلام یشنیم آدم پاراشیوتاو. همیشه آدم باید تکمیل کنه پاراشای هفته را با جماعت شنای میقرا و اخاد ترگم. میدونید که هر مرد اسرائیلی موظفه که هر هفته پاراشای هفته را 2 مرتبه و 1 بار ترگم اونقلوسا بخونه. کسی که این کار انجام میده مطمئن باشه که معریخین لو یاما اوشنوتاو، عمرش طولانی میشه و واجبه که هر مرد اسرائیلی اینا بخونه. بعضیا فکر میکنن شاید میدد خسیدوته، ولی نه، علنا تو شولخان آروخ نوشته که واجبه هر مرد اسرائیلی شنای میقرا و خاص ترگما
هر هفته بخونه و کسی که سخت میگیره و راشیه هم میخونه که توضیح راشیه هر هفته بفهمه، اون دیگه تابو علاو براخاست و بر اون براخا قرار میگیره. لعلام یا روس آدم لیدور میسوا، همیشه آدم وقتی میخواد یه میسوا یا انجام بده بدوه به اون میسوا را انجام بده. میدونید که ما تو تورا در مورد مسوت، در مورد مسا داریم که مسوت ال تخمسینا، مسا را نذار ترش بشه، که حالا قانون داره که وقتی میان خمیر مسا را درست میکنن بعد نباید اونو همینجوری رها بکنن 18 دقیقه، حالا وارد قوانین حناخاییش نمیشیم، 18 دقیقه تا زمان پخت بیشتر طول نکشه، و اگه اینا نیان ورز بدن این خمیرا این ترش میشه، حالا و دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، خامس میشه. پس مسوت ال تخمسینا، اگه از اونجایی که سفر تورا بی نقطه است ما میتونیم مسوت هم میسوت هم بخونیم، یعنی میسوت ها نذار ترش بشن. یعنی چی؟ یعنی همیشه یه میسوایی تو دستت میاد فوراً اون میسوایی را انجام بده. میسوایی که زود انجام بشه این درجهش بالاتر از میسوایی که آدم هی به تأخیر بندازه بعد انجامش بده. هر چی زودتر میسوایی را آدم انجام بده هر از مشوباخ، این مورد تحسینه و دووم باید آدم باشه برای میسوا. همانطور که تو هوشیعه داریم پاسوخ که میگه اخره هشم یلخو کریه، به دنبال خدا مثل شیر برو، یعنی دوام باش که اون میسوارا انجام بدی. حتی در شبات ما مجازیم برای اینکه یه میسوایی انجام بدیم بریم کنیسا مثلا، بریم دیوید تورا بشنویم بدویم، با وجود اینکه در حالت عادی تو شبات دویدن مجاز نیست، ولی برای اینکه آدم بره کنیسا یا دیوید تورا گوش بده میتونه تو شبات بدوه که زود برسه به کنیسا. لعلام اهل تهی میسوات ها عمر قلا به انخا، همیشه میسوای عمر در نظرت سبک نباشه. حالا هم میتونیم بگیم میسوای عمری که در موقعی که به تمیقداش آباد بوده عمر تقدیم میکردن، هم میتونیم بگیم براخای عمر در نظرت کم ارزش نباشه، به خاطر اینکه مزد میسواها را همیشه خدا میدونه چقدره. و میدونید که اگه ابراهام آوینو مزکی شد که سرزمین کنعان به نسلش برسه به خاطر میسوای عمر بود که ابراهام آوینو انجام دادن، یا همین میسوای عمر تو دوره بت میقداش خیلی بین زن و شوهرها که اختلاف بوده میومده و صلح و صفا ایجاد میکرده. بنابراین هیچ میسوای آدم نباید در نظرش سبک باشه. هر میسوای، حتی اگه میبینه یه میسوای سبکه، مثل میسوای سنگین آدم با اون رفتار کنه و به نحو احسن اونو انجام بده. ما پاسخ داریم تو تهیلیم به اون عقوه یسو بینی، یعنی گناهانی که من اونا را با پشت پام عقب می زدم بعد 120 سال اونا اومد منو احاطه کرد. در مورد گناه هم اینجور آدم نگه که آقا مثلا این گناهه زیاد آفون نداره بذار اینو انجام دادیم دادیم خسف شالوم، نه، همین گناه ها کوچیک بعد 120 سال ممکنه یه شخص بیان و احاطه بکنن و مجازات سنگینی بشه. لعلام یشتدل آدم لعصوت همیسوت به مبخار نخاساب، همیشه آدم میسواهایی که انجام میخواد بده با پولش بهترینا را بخره. ما پاسخ داریم تو تورا زعلی و انوهو، این از قادر من و اونا برازنده میدارم. یعنی چی؟ یعنی آدم هر کار میسواهی ها که میخواد انجام بده بهترینش را بخره. مثلا میخواد سیسیت بخره بهترین سیسیتا بخره، تفیلین همینجور، مزوزا میخواد بخره بهترینا را بخره، اتروگ میخواد بخره بهترینا را بخره، که به این شکل اگه آدم بهترینا را برای خدا بخره خدا همیشه بهترینا را جلو راش قرار میده، بهترینا را همیشه تو زندگی عقودش فارخو براش فراهم میکنه. همیشه آدم باید خوبی بکنه، احسان بکنه، حتی به کسی که بهش بدی کرده. میدونید که ما قانون داریم، فرمان توراست، که اگه دیدیم الاغ دشمنمون زیر بارش خوابیده و همون موقع میبینیم که الاغ دوستمون زیر بارش خوابیده، کدوم آدم موظف اول بره کمک کنه؟ اون که باش دشمن بوده و الاغش زیر بارش خوابیده، اول باید آدم این میسوا رو انجام بده، اول باید بره به اون کمک بکنه. بنابراین آدم باید همیشه به همه خوبی بکنه حتی اگه یکی بهش بدی انجام داده.
و هیچ وقت آدم انتقام و کینه توزی نکنه، چون این طریقت افراد صدیقه که همیشه گذشت دارن و انتقام نمیگیرن. ببینید سه تا خصلت خخامی میگن که اگه میخوای ببینی یکی یه اسرائیل کاشره یا نه، سه مورد در موردش ببین. اولا افراد اسرائیل بیشانن، همیشه اسرائیل ها خجالتی هن، بیشانیم خجالتی هن اسرائیل ها. یعنی خطایی که انجام میده یه اسرائیل هیچ موقع بعدش نمیاد افتخار بکنه به اون خطایی که انجام داده، بیاد بگه آره رفتم فلان کار انجام دادن، فلان خطایی رو انجام دادم، چقدر کیف داد. هیچ وقت یه اسرائیل اینا نمیگه، چون اسرائیل ها بیشانن، همیشه اگه یه خطایی هم انجام داده باشه همون موقع خجالت میکشه به خاطر اون اشتباهی که انجام داده. پس اولین خصوصیت که برای افراد اسرائیل میگن بیشانن، خجالتیان و پررو نیستن. اگه خصلت پررویی تو یکی باشه این نشونه یهودی بودن نیست، نشونه یهودی بودن نیست، همیشه یه فرد اسرائیل بیشانه. دوم گملانه. یعنی چی؟ یعنی همیشه میاد و کارهای خوب انجام میده، احسان انجام میده، میاد و به بقیه احسان میده، احسان میکنه یه فرد اسرائیل. پس دومین خصوصیت یه فرد اسرائیل گملانه، یعنی خسد انجام میده، احسان انجام میده. سومین خصلتی که برای فرد اسرائیل میگن داره رحمانه، رحیم دله. یه فرد اسرائیل همیشه رحم داره، حتی به دشمنش هم که بهش بدی کرده میاد و رحم میکنه، برخلاف گیبئونیا. میدونیم که یه امتی بودن در دوره یهوشوع که اینا میترسیدن که یهوشوع بیاد و اونا رو از بین ببره، بنابراین اینا اومدن و یهوشع را فریب دادن. به چه شکل؟ اومدن کفش کهنه پوشیدن، نون کپک زده گرفتن و گفت رفتن چه یهوشع، گفتن ما از راه دوری اومدیم و قسم بخور که به ما آسیب نمیرسونی. تو موقع یهوشع نمیاد از حق و دشمن خوب بپرسه، همون موقع قسم میخوره که من شما را قول میدم که به شما آسیبی نرسونم. از اون موقع یهوشع وقتی میفهمه که اینا همچین کاری انجام دادن، میگه که آقا از این به بعد شما باید دلوکش باشید، یعنی از چاه برای اسرائیل آب بیارید و هیزم شکن باشید. و اینا با اسرائیل ها زندگی میکردن، با اسرائیل ها زندگی میکردن تا اینکه دوره شاول هملخ، شاول وقتی که دنبال داوید بوده یه اتفاقی میفته که حالا خیلی طول میکشه بخوایم بیشتر توضیح بدیم، یه اتفاقی میفته که حمله میکنه به گیبئونیا و خیلی از گیبئونیا رو از بین میبره. این گیبئونیا یه کینه ای از شاول به دل میگیرن تا اینکه چند سال بعد در دوره داوید هملخ قحطی میشه، قحطی خیلی بدی میشه، اصلا بارون نمیومده و داوید هملخ میاد از حقادش باروخو میپرسه، حقادش باروخو رو میدونید که داوید هملخ رو وقت حقادش داشته، بالاترین کسی که بالاترین درجه رو وقت حقادش داشته داوید هملخ بوده، میاد از حقادش باروخو میپرسه، حقادش باروخو میگه به خاطر گیبئونیاست، برو و ببین گیبئونیا چرا ناراحتن و از تو دلشون در بیار که بارون بیاد. میاد گیبئونیا را رئیسشون را صدا میزنه داوید هملخ، میگه چه اشتباهی از ما دیدید و چه دلخوری شما دارید. گیبئونیا میاد میگه که آره ما از اون بابت که شاول اومد و خیلی از ما را کشت و اون قسم یهوشوع را نادیده گرفت این کار انجام داد، ما از اون ناراحتیم. داوید هملخ میگه خب چی میخواید من به شما بدم که ببخشید؟ گیبئونیا میگن به ما وقت بده، وقت بده فکر کنیم بهت خبر میدیم. تا اینکه بعد از چند روز میام میشه داوید، میگن ما از تو هیچی نمیخوایم، نه ثروت میخوایم، نه پول میخوایم، نه زمین میخوایم، ما از تو میخوایم که 7 پسران شاولا به ما تحویل بدی که ما بیایم و انتقاممون رو از اونا بگیریم. داوید همینه اول قبول نمیکنه، تا اینکه بعد میاد مشورت میکنه با حقادش باروخو، تا اینکه با مشاورینش، تا اینکه از حقادش باروخو میپرسه و واقعا میبینه که اگه این کار انجام نده جون تموم اسرائیل ها تو خطره و میاد همین کار انجام میده و پسران شاول ها تحویل میده که اونا انتقام بگیرن ازش. اینجاست که خخامی میگن گیبئونیا هیچ موقع جز افراد اسرائیل حساب نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه رحم تو دلشون نبود، بی رحم بودن. پس بنابراین یه فرد اسرائیل
همیشه رحم داره، جزء یکی از خصوصیات اسرائیل هست. خصوصیات اسرائیل هست که گفتیم اول بیشان هست، خجالتی هست، گناهی که میکنن نمیان رو کنن که آره من فلان کار انجام دادن، همیشه خجالتی هست. دوم گمیلوت خسادیم انجام میدن، همیشه به همه احسان میکنن. و سوم رحم دارن که اگه حتی اگه یکی هم بهشون بدی بکنه میان و اونا میبخشن، نمیان انتقام بگیرن، که این نشونه اسرائیل بودن فرده. لعلام یشتدل آدم، همیشه سعی بکنه آدم که احسان بکنه، هم با افراد زنده هم با افراد مرده، همونطور که عقادش بارخو هم این کار انجام میده. که میدونید بزرگترین گمیلوت خسادیمی که یکی میتونه انجام بده اینه که بیاد به فردی که از دنیا رفته خدمت کنه، مثلا کارهای اونو انجام بده، اونا به قبورا بسپاره، که این بزرگترین گمیلوت خسادیمه. چرا؟ به خاطر این که گمیلوت خسادیم اگه آدم با افراد زنده انجام بده، آخرش حتی اگه 100% هم لشم شما این باشه، بالاخره 1% ممکنه آدم از اون آدم توقع داشته باشه که همچین خوبی بهش کرده. ولی وقتی آدم برای مت، برای کسی که از دنیا رفته میاد کاری انجام میده، دیگه 100% خالص هیچ توقعی از اون مت نداره، چون میدونه که نمیتونه دیگه براش کاری انجام بده. بنابراین میگن گمیلوت خسادیمی که آدم برای مت انجام میده از گمیلوت خسادیمه برای کسی که از دنیا رفته بالاتره. و میدونیم گمیلوت خسادیم یعنی احسان کردن به دیگران. حالا این احسان کردن به دیگران شامل همه چی میشه؟ همین که مثلا یکی تشنه است، ما میایم و یه لیوان آب بهش میدیم، کسی که نیازمنده بهش پول میدیم، کسی که غذا نداره غذا میدیم، کسی که یه کمکی میخواد از ما کمکش میکنیم، کسی که یه مشورتی از ما میخواد بهش مشورت خوب میدیم، همه اینا جزء گمیلوت خسادیمه. گمیلوت خسادیم درجهش حتی از صداقت دادنم بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه گمیلوت خسادیما آدم همه جوره میتونه انجام بده، ولی صداقت رو فقط آدم با پولش میتونه انجام بده. پس گمیلوت خسادیم چون همه جوره میشه انجامش داد، از صداقت که فقط با پول میشه انجام داد درجهش بالاتره. گمیلوت خسادیما آدم هم میتونه با افراد زنده انجام بده، هم با افراد مرده، ولی صداقت رو فقط آدم میتونه به افراد زنده بده. و گمیلوت خسادیم آدم هم میتونه با افراد ثروتمند انجام بده. یکی ثروتمنده ولی میخواد با یکی حرف بزنه، میخواد درد و دل بکنه با یکی، خب این گمیلوت خسادیمه. گمیلوت خسادیم آدم هم میتونه با ثروتمند انجام بده، هم با آنی، ولی صداقت رو فقط آدم میتونه به آنی بده. به خاطر همین خخامی میگن گمیلوت خسادیم حتی درجش از صداقت هم برای انسان بالاتره. فصل هشتم رسیدیم به لعلام هایی که در مورد کابود شبات ذکر میشه. میدونید که کابود شبات، احترام شبات خیلی بالاست و خخامی میگن که آدم باید همیشه بهترین ها رو برای شبات بذاره، بهترین غذا رو برای کابود شبات بخره، بهترین لباس ها رو برای کابود شبات بخره. هر چقدر که آدم برای کابود شبات، برای کابود یومتوب و برای آموزش تورا آدم خرج بکنه، اینا عقادش بارخو قول داده، نه تنها اینکه کم نمیشه از اون چیزی که براش نوشته شده تو اون سال، بلکه عقادش بارخو دو برابر اون چیزی که خرج میکنه را بهش میده. حتی عقادش بارخو میگه تو قرض کن برای کابود شبات، بهترینا را بخر، من قول میدم قرض تو را وصول بکنم، قرض تو را برم بدم. خیلی مهمه برای کابود شبات بهترینا را آدم تهیه بکنه. و همونطور که گفتیم از چیزی که برای آدم تعیین شده اگه برای کابود شبات و یوم تو و آموزش تورا خرج کنه، نه تنها این که کم نمیشه، بلکه دو برابرش رو عقادش بارخو به انسان برمیگردونه. خیلی میسوای بزرگیه که هر چیزی که آدم میخره برای کابود شبات بگه لیخوت شبات، برای کابود شبات. هر چیزی، گوشت میره بخره، مرغ میخره، میوه میخره، برنج میخره، هر چی که آدم میخره بگه کابود شبات. این فرمان امر تورا را داره طبق نظر رمبن اجرا میکنه، چون ما قانون داریم تو تورا زاخورت یوم هشبات، یاد بیار روز شبات ها، یعنی تو هر مرحله زندگی شبات به یادت باشه. پس آدم وقتی هر چیزی ها میخره بگه لیخوت شبات، به این شکل داره فرمان تورا را اجرا میکنه.
لعلام یخلیف آدم سیملوتاف به شبات. خیلی مهمه که آدم لباس مخصوص برای کاود شبات داشته باشه. لباسش آدم باید روز شبات با روزای معمولی فرق داشته باشه. رب نوح عریزان یکی از بزرگترین مقوبالان، ایشون میگن بعد 120 سال که انسان از دنیا میره، لباسی که در شبات پوشیده بوده اون لباس لباس اولام حب باشه. یعنی هر لباسی که آدم برای شبات اختصاص میده بعد 120 سال همون لباس ها تو اولام حبا میان و به آدم میپوشونن. به خاطر همین بهتره که آدم بهترین لباس ها را برای کاود شبات اختصاص بده. و شبات جان عالمه، شبات نشونه تابلوی یهودیته. شبات ها خیلی باید دقت در موردش داشته باشیم و 50 بار بیشتر در تورا در مورد اهمیت شبات گفته و نباید آدم شبات در نظرش خصف شالوم سبک باشه. اینا ربین و دانیل زن میگن اگه یکی همه میسوا تورا رو هم انجام بده، مثلا خیلی ها بودن که چندین میلیون دلار به یشیوه ها کمک میکردند و اینا، ولی شبات رو اصلا نگه نمیداشتن. اگه یکی شبات رو نگه نداره، تموم اون زحمت هایی هم که میکشه دیگه تأثیری میتونه نداشته باشه، چون شبات تابلوی یهودیته. مثل یه فروشگاهی میمونه که این فروشگاه تا زمانی این فروشگاه هست که تابلو بالاش نشونه اون فروشگاه هست که این همیشه بازه. اگه این تابلو برداشته بشه یعنی دیگه اون فروشگاه معلوم نیست باز باشه یا بسته باشه. بنابراین در مورد شبات هم به همین شکله. شبات تابلوی یهودیته. شبات با نگهداری شبات ما ثابت میکنیم که هقدش باروخو دنیا را آفریده. هقدش باروخوه که نظارت تو دنیا داره. نظارت اشکاخا پراتیت. هر لحظه تو هر موردی نظارت جز به جز هقدش باروخوه که با نگهداری شبات ما میایم و اینا ثابت میکنیم. که شبات مقره براخاست. منبع براخاست. تمومه روزای هفته از شبات فیض خودشون رو میگیرن. به خاطر همینه که ما میگیم یک شبات، دو شبات، سه شبات، که یک شبات و دو شبات و سه شبات از شبات قبلی فیض میگیرن، چهار شبات و پنج شبات و جمعه از شبات بعدی میان و فیض خودشون رو میگیرن. خب فصل نهم هم بگیم و برافا کنیم. فصل نهم لعلام هاییه که در گمارا در مورد احترام والدین گفته که ربی شیمون بن یوخای میفرمایند که بزرگ است احترام پدر و مادر، که حقادش باروخو احترام پدر و مادر را بیشتر از خودش قرار داده. همانطور که ما در مورد احترام پدر و مادر پاسخ داریم، کبد ات ادونای مهونخا، یعنی احترام بذار به پدر و مادرت، احترام بذار به خداوند با تمام ثروتت. و همین کلمه هم در مورد احترام به پدر و مادر گفته شده. پس خدا اومده احترام خودشا قرار داده دقیقا مقابل احترام پدر و مادر. حقادش بارخو میگه اگه به پدر و مادرت احترام گذاشتی، مثل اینه که به شخینام احترام گذاشتی. همانطور که اومده و احترام خودشا حقادش بارخو برابر قرار داده با احترام والدین. حالا به امید خدا جلسات دیگه سعی میکنیم حلقه های مربوط به کیبود آوای مواردی که باید اجرا بکنیم در مورد احترام پدر و مادر، به عزت هاشم سعی میکنیم که جلسه آینده بیشتر در موردش صحبت کنیم. ادکان تا همینجا، خیلی ممنون. امیدواریم که هرچه زودتر بگه اولا شنه ما و آبادانی به تماشا سرم و امنایی بشیم. آمین کنی راسون. خیلی ممنون، تشکر، دلاتوب، شارو منخم.